درود خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که روزهای معاملات خیلی خوبی داشته باشی و حال دلتون خوب باشه. خب من همیشه روی بحث روندها تاکید میکنم، چون که به نظر من تریدر معامله گر یا حتی تحلیلگری که نتونه روند مارکت رو شناسایی بکنه نمیتونه توی معاملاتش موفق باشه. چون اگر ما وقتی روند رو شناسایی بکنیم، به قول معروف مبتدی ترین تریدر هم باشیم، وقتی داریم در جهت روند ترید میگیریم، تریدمون میتونه با احتمال برد بسیار زیادی مواجه باشه. ولی خب بحث روندها یه قضیه‌ای داره که خیلی دارن روش اشتباه مانور میده. من میخوام توی این ویدیو به ساده ترین روش ممکن بهتون بگم چجوری روند رو شناسایی بکنید و بحث اون اصلاحاتی که به وجود میاد یه جورایی براتون گول زننده نباشه. ببینید، خیلی مبتدیانه اول راجعش صحبت بکنیم، بعد من روی چارت براتون مثالش رو میارم. من اول صفحه رو سفید بکنم. ببینید، خب ما چیزی که همه میان راجع به صحبت میکنن، میگن خب وقتی ما داریم صفها و کفهای پایین تر میزنیم یعنی چیه؟ یعنی روند ما نزولیه. ولی خب زمانی ما این رو داریم صحبت میکنیم که روی چارت اتفاق افتاده. یعنی من اگر اینجای چارت باشم نمیدونم که قرار قیمت چجوری به سمت پایین بیاد یا اصلا چجوری تشخیصش بدم. ببینید، توی هر روندی که توی مارکت داره اتفاق میفته ما با اصلاحات مواجهیم. یعنی چی؟ مثلا توی این روند نزولی این برای ما معنی اصلاح رو داره، این برای ما معنی اصلاح رو داره و این برای ما معنی اصلاح رو داره. در چه صورتی من تاییدیه این رو میگیرم که آقا این روند کوچیکی که در برگشت روند نزولی بوده، یعنی یک موج صعودی کوچیکی به وجود اومده، معنی اصلاح رو داره؟ زمانی که این کف چرخش قیمت من شکسته میشه. بذار رنگش رو عوض بکنم، رنگ آبی بذارم. زمانی که این کف چرخش قیمت من شکسته میشه، یعنی اینجا زمانی که قیمت میاد این کف رو میشکنه، کف که من حالا کف و صف استفاده نمیکنم، من همیشه چرخش قیمت در نظر میگیرم، چون کف و صف معمولا اتکا به یک کف داریم میکنیم که این به نظر من کاملا اشتباهه و ما باید روی چرخش قیمت، چون توی مناطقی که قیمت حالا کف و سقف بهش میگن چرخش اتفاق میفته. ببینید، الان توی این چرخش قیمت زمانی که روی این نقطه میاد شکسته میشه، اون موقع این موج صعودی اینجا برای من معنی اصلاح رو داره. یا مجدد پایین ترش، من تمیز بکنم دوباره بکشم. ببینید، روی روند صعودی هستم، مثال بزنیم. ببینید اینجا یه موج صعودی داشتیم، قیمت اومد چرخید به عنوان یک اصلاح روند صعودی. حالا مثلا میتونه اینجا یک محدوده مقاومتی باشه یا هر چیز دیگه، لول قیمتی، عدد رون یا هر چیز دیگه، قیمت اومد اصلاح کرد. خب زمانی من تاییدیه این اصلاح رو میگیرم که بیاد آخرین چرخش قیمت قبلی خودش رو بشکن، یعنی بخواد روند صعودی خودش رو ادامه دار بدن. روی چارت مثال میزنیم، کامل متوجه میشه. تا زمانی که نیومده این رو بشکنه، من این روند رو به عنوان روند اصلاحی در نظر نمیگیرم. چرا؟ چون که ببینید، زمانی که این شکست اینجا اتفاق نیفتاده باشه، قیمت خیلی قشنگ میتونه بیاد بریزه به سمت پایین. یعنی روند صعودیش رو رفته، اینجا میتونه هر اتفاقی افتاده باشه، محدوده جلوش رو گرفته باشه، روند فرسایشی باشه، یا بگیم اخباری اومده، هر چیز دیگه، جنگی خاموش شده، جنگی شروع شده، هر چیز دیگه. وقتی نمیتونه محدوده رو بشکنه، قیمت داره از این روند میاد به سمت پایین، من نمیام از فیبوناچی استفاده میکنم، نه نمیدونم چی میکنه، هر چیز دیگه. زمان این تیکه روند برای من معنی اصلاحی رو داره که بیاد آخرین چرخش قیمت خودش رو بشکنه. زمانی که این شکست اتفاق افتاد، بله من میگم این روند اصلاحی بود و موج جدید من صعودی شروع شده. خب حالا توی بحث اصلاحی روندها من یه نکته بهتون بگم. ببینید، بریم روی چارت که اونجا خیلی راحت تر میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. خب ببینید، توی 4 ساعته طلا رو بررسی بکنیم. ببینید الان یه خورده زوم بکنم اینجا. خب ما میدونیم این روندی که از اینجا شروع شد به فاز جنگ اسرائیل و فلسطین بود. ولی دقت بکنید، اینجا ما یه چرخش قیمت داریم، قیمت میاد به سمت پایین، مجدد میچرخه و میاد اینجا رو میشکنه. خب پس من میام این میگم این روند اصلاحی بوده و قیمت میخواد ادامه دار باشه، مجدد میره به سمت بالا، یه چرخش دیگه میاد میشکنه، پس میگم روند صعودی من ادامه داره. ولی این که من بیام هر ریزشی رو به عنوان اصلاح برای روند در نظر بگیرم اشتباهه. اینو حتما مد نظر داشته باشید. یعنی نیاید
هر ریزش که اتفاق میفته رو بگید مثلا روند من پرقدرت اومده به سمت پایین. حالا یه نکته اینجا به وجود میاد، بریم توی یک ساعته طلا، چیزی که دیروز اتفاق افتاد. ببینید قیمت اومد یک اصلاح شکون، پس این برای من معنی اصلاح رو داشت و موج جدید من شروع شد. مجدد قیمت اومد نتونست کف 19.47 خودش رو بشکنه و قیمت برگشت به سمت بالا. حالا اگر این قیمت که اینجا اتفاق افتاده بیاد کف پایینتر خودش، یعنی اینجا رو بشکنه، من میتونم بگم این فاز اصلاحی بوده. ولی اگر از همینجا فاز صعودی بیاد چرخش قیمت قبلتر از خودش، یعنی اینجا رو بشکنه یا حتی اینجا رو، من میگم که موج جدید صعودی من شروع شده، یعنی روند نزولی طلا تموم شده. ببینید پله به پله بعد مارکت رو تحلیل بکنید، یعنی من نمیام توی مارکت اینجوری بهش نگاه بکنم بگم خب قیمت ریخته اصلاح، ریخته اصلاح، ریخته پایین، همینجوری بخواد تا ابد به حرکت بکنه. نه، صبر بکنید. همیشه ببینید این نکته رو همیشه تو گوشه ذهنتون داشته باشید، همیشه صبر بکنید خود مارکت بهتون بگه میخواد چیکار بکنه. قیمت اومد این سقف رو شکون، برید برای خرید. قیمت اومد این پایین رو شکون، برید برای فروش. تموم شد رفت. هیچ وقت مارکت رو پیش بینی نکنید. مثلا بگیم چون طلا از اینجا برگشته مثلا میخواد تا 1900 بیاد، یا حتی مثلا میخواد بیاد این گپ رو پر بکنه. اینجوری به مارکت نگاه بکنید، خیلی راحت مارکت میاد کار خودش رو میکنه و شما چون توی ذهنتون یه چیزی پیش بینی شده نمیتونید مارکت رو درست تحلیل بکنید. حتما به این نکته توجه داشته باشید. توی بحث روندهای که اتفاق میفته میتونید مثلا از 50% روندها استفاده بکنید برای تکمیل پول بک ها. یعنی چی؟ ببینید مثلا شما وقتی اینجا تقریبا 6 تا 7 تا کندل رو دارید، میتونید کل این کندل رو، کل این روند رو به عنوان یک کندل در نظر بگیرید و این 50%ش رو میتونید به عنوان محدوده برای برگشت قیمت یا برای پول بکش استفاده بکنید. من با بحث فیبوناچی کاری ندارم، مونندم 61%، 50% یا اعداد دیگه‌ش. میتونید از این 50% استفاده بکنید. ببینید مثلا الان قیمتی که اومده اینجا، ببینید اومده این 50% خود کندل رو شکونده به سمت پایین. خب این مثلا میتونه براتون کمک بکنه، یا مثلا هر روندی که شکل میگیره برای پول بکش میتونید بیاید کل اون روند رو به عنوان یک کندل در نظر بگیرید و زمانی که قیمت میخواد حالا برگشته، چه سودی باشه چه نزولی، به عنوان اصلاح میتونه تا اون 50%ش نفوذ بکنه. ولی وقتی 50% رو رد بکنه، تثبیت بکنه، دیگه یه خورده بعد به اون روند اصلاحی شک بکنه. یعنی میتونید از این آپشن مارکت هم استفاده بکنید، ولی بحث روندها و اصلاحیش رو حتما حواستون باشه. ببینید زمانی که اینجا شکسته بشه این براتون معنی اصلاحی رو داره، یا مجدد زمانی که این کف شکسته بشه معنی اصلاحی داره، یا توی روندهای سودی زمانی که این چرخش قیمت شکسته بشه معنی اصلاحی رو داره. در غیر این صورت میتونه مارکت یه همچین حرکتی بزنه. قطعیت توی مارکت نیست که بگیم ما هر ریز موجی که اتفاق میفته به عنوان اصلاحه، میتونه همون رو بیذره بیاد پوینت دوباره برگرده به سمت بالا، حتی روند بزرگتری هم داشته باشه، میتونه طلا بیاد از همینجا برگرده به سمت بالا. همیشه صبر بکنید، گام به گام مارکت بهتون بگه چه اتفاق میفته و بعد برید سمت معامله گرفتن. خیلی مخلصیم، ارادت.